با درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی، امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت و پر انرژی باشید. عرفان هستم و با یک ویدیو خیلی جالب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. پیرو نظرسنجی که در هفته گذشته انجام شد، موضوع این ویدیو رو سفر در زمان انتخاب کردم. داستان این ویدیو مربوط میشه به مردی که ادعا میکنه به سال 6000 سفر کرده. جالب تر از همه اینه که این شخص برای اثبات گفته هایش از آینده یک عکسی رو نشون میده. من در این ویدیو سعی کردم که گفته های این شخص را برای شما از زبان خودش بازگو کنم. پس امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید و حتما تا آخر این ویدیو منو همراهی کنید. سلام به همگی، شمایی که داری در این لحظه این ویدیو رو تماشا میکنید. میدونم داستانی که میخوام براتون تعریف کنم برای خیلی از شماها غیر قابل باوره. من کسانی که حرفم رو باور نمیکنن اصلا ناراحت نمیشم، چون که شاید اگر من هم جای شما بودم و این داستان رو میشنیدم این داستان رو باور نمیکردم. میخوام اینو بدونید که قصد من دروغ گفتن یا گمراه کردن شما نیست، بلکه قصد من از دادن این ویدیو فقط اینه که شما رو اندکی با حقیقت آشنا کنم، با حقیقتی که از شما مخفی نگه داشته میشه. حتما از خودتون میپرسید منی که از آینده میام از آینده چی میدونم؟ در اینجا من جریان سفرم به آینده رو براتون تعریف میکنم. بله، من کسی هستم که در زمان سفر کرده. من عضو یکی از پروژه های مخفی تحقیقاتی در زمینه سفر در زمان بودم که کار این پروژه ها فرستادن اشخاص به آینده بود. این پروژه ها مربوط به چند دهه گذشته میشن و من به عنوان اولین شخص برای تست ماشین زمان انتخاب شدم و مطمئن هستم اشخاص زیادی تونستن توسط این پروژه ها در زمان سفر کنن که متاسفانه تمام این اطلاعات از مردم مخفی نگه داشته میشه. ولی من میخوام این رو تغییر بدم و جریان سفرم به آینده رو براتون تعریف کنم و این مسئله رو به گوش همه مردم برسونم که سفر در زمان امکان پذیره، تا همه بتونن با این واقعیت آشنا بشن. همونطور که گفتم من به آینده به سال 6000 سفر کردم. من خودم شاهد این بودم که چگونه جهان عوض شده بود و تکنولوژی پیشرفت کرده بود و واقعا بهتون بگم که اگر شما یک دفعه به سال 6000 سفر کنید از این همه تغییر و پیشرفت تکنولوژی که میبینید شگفت زده میشید. این تغییر و پیشرفت تکنولوژی در تصور هیچ کدوم از شماها نمیگنجه. در اینجا من برای شما یک مثال میزنم. در سال 1890 هیچ هواپیمایی وجود نداشت و حتی وجود هواپیما و پرواز کردن با آن برای هیچ کس قابل باور نبود. اگه کسی در سال 1890 به شما میگفت که انسان در 70 سال دیگه به کره ماه میره، نه تنها حرفش رو باور نمی کردید بلکه میگفتید که او دیوونه شده و این قضاوت رو به این دلیل میکردید چون که سفر انسان به ماه در اون زمان برای شما غیر قابل تصور و باور بود، همونطور که در این زمان حرفای من برای شما غیر قابل باوره و شاید حتی شما منو دیوونه فرض کنید. در سال 6000 علم پزشکی و تکنولوژی که استفاده میشه به هیچ عنوان با علم و تکنولوژی امروز قابل مقایسه نیست. در آینده هیچ گونه وسیله نقلیه‌ای برای جابجایی انسان وجود نداره، بلکه انسان از طریق تکنولوژی پیشرفته تلپورتیشن جابجا میشه و سفر در زمان در سال 6000 برای همه مردم خیلی راحت و عادیه. هر کسی که بخواد میتونه در قبال پرداخت هزینه کمی در زمان سفر کنه. فقط برای سفر کردن به گذشته تکنولوژی خاصی وجود داره که با استفاده از آن انسان میتونه به گذشته سفر کنه، ولی به صورت نامرئی، تا با این کار نتونه در گذشته و اتفاقات آن تغییر ایجاد کنه. در سال 6000 دولت‌ها و حکومت‌ها تغییر کردن. دولت‌ها و حکومت‌ها به شکلی که ما امروز می‌شناسیم دیگه وجود ندارن. جهان دیگه توسط انسان‌ها هدایت نمیشه، بلکه توسط هوش‌های مصنوعی کنترل میشه. کاربرد هوش مصنوعی در کنترل جهان و گرفتن تصمیمات مهم نتایج کاملاً مثبتی به همراه داشته و باعث بهتر شدن و پیشرفت و زیباتر شدن این جهان شده. درصد تصمیمات اشتباهی که این هوش‌های مصنوعی می‌گیرن صفره و حتی در سال 6000 امکان زندگی جاودانه و ابدی برای انسان ها وجود داره، در صورتی که انسان مغزش رو با یک ربات پیوند بزنه تا بتونه تا ابد زندگی کنه. اونا نمیخوان که من این واقعیت ها رو برای شما تعریف کنم. من وقتی در سال 6000 بودم یواشکی بدون که کسی منو ببینه از شهری که توش بودم یک عکس گرفتم. این عکسی که گرفتم، نمیدونم که آیا شما میتونید به طور واضح این عکس رو ببینید یا نه. واضح نبودن این عکس به دلیل سفر کردن من در زمانه و باید بهتون بگم که در سال 2028 سفر کردن در زمان به صورت رسمی اعلام میشه. یک تجربه تلخ دارم درباره سفرم به سال 6000 که میخوام با شما در میون بذارم.
من متاسفانه به تنهایی به آینده سفر نکردم، بلکه با بهترین دوستم به سال 6000 سفر کردم. ولی موقعی که می‌خواستن ما رو به زمان حال برگردونن، متاسفانه دوستم نتونست به زمان حال برگرده و من الان نمیدونم که اون کجاست و چه بلایی سرش اومده. مسئولین پروژه میگن که او در آینده در سال 6000 مونده. من میدونم که دوستم الان جاش راحته، چون که آینده خیلی قشنگتر و بهتر از زمان حاله، ولی من دوست دارم حتی برای یک بار هم که شده دوستمو ببینم، فقط یک بار دیگه. ولی متاسفانه میدونم که دیگه هیچ وقت اونو نمیبینم. خب دوستای عزیز، تا به اینجا خلاصه از صحبت‌های این شخص رو براتون بازگو کردم. برای دوستانی که علاقه دارن ویدیو اصلی رو ببینن، قسمت‌های از ویدیو اصلی رو براتون آماده کردم که با هم میریم این ویدیو کوتاه رو ببینیم. Hello to everybody out there who's watching this video right now. I know a lot of you are going to find my story extremely hard to believe and I don't blame you. If I was watching somebody claim these same things, I myself would most likely not believe them. However, I can assure you that what I am saying is true. It is not of my intention to deceive anybody. I simply want to spread a message about the future of humanity and where the world is heading. You may be asking, what do I know about the future? Well, I am a time traveler. I was part of a top secret program to send people forward in time. Now, this was in the 1990s. I was selected to be one of the test members of the program. There is secret time travel technology that is being hidden from you at this very moment. There are many technologies, in fact, that the public, like you watching this video, has no clue about. I wish to change that. I wish to make it so everybody out there knows what exactly is being hidden from you. Because it's not right. So I was selected to be part of this top secret program to send people forward in time. I myself was scheduled to be sent to the year 6000. Now, like I said, it's going to be very hard for a lot of you to believe that I myself have been in the year 6000, but I have. I've seen the way the world's changed, the technologies that have emerged. It would blow your mind if you only knew the technologies that existed in the year 6000. It would truly blow your mind. The world has changed so much. I just want to give you an idea of how much the world is going to have changed by the year 6000. So, I just want to leave you to think about this for one second. In the year 1899, there existed no airplanes. Do you think if you told someone from the year 1899 that we would have landed a man on the moon within the next 70 years, they would have called you crazy? So what I'm about to say may sound crazy, but I assure you it will come true, because I've seen it for myself. In the year 6000, the ability to teleport will already have been invented. Time travel will be open to the public, so anybody, granted they have enough money, can travel back in time to certain historical events and actually remain invisible so they can watch the events. For example, the signing of the Declaration of Independence, the Gettysburg Address, many other prominent events throughout world history will be able to travel back in a way that we will not influence the actual events. We have invisibility technology, so the people of those times cannot see us and will be above in ships watching the actual events take place. When I was in the year 6000, I managed to take a photograph of one of the major cities. Now, I cannot say which city, as it would lead to too influential change on the future, but I can show you the photograph. Let me get it right here. This is a photograph from the year 6000. I don't know if you can see, but that's a city. Now, you may notice that the actual picture itself is a little distorted. That is because in the time travel process, pictures tend to get distorted.
as well as many other things. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. نظر شما در رابطه با این داستان چیه؟ آیا این مرد واقعا به آینده سفر کرده؟ نظر شما درباره عکسی که این مرد نشون داد چیه؟ آیا واقعا این عکس از آینده گرفته شده؟ خوشحال میشم بدونم که شما چی فکر میکنید. حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید و فراموش نکنید که این ویدیو رو توی واتساپ و فیسبوک با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای تک تک شما دوستای گلم، تا ویدیوی بعد، بدرود.